داستانی که اتفاقهای عجیب توش میفته و یه حقیقت دارک هم پشت خودش قایم کرده. گلاسیه سلام، امروز براتون فیلم استون هرتس استایلم یا تیمارستان استونز هرتس رو آوردم. نمره 6.8 آی ام دی بی به خودش اختصاص داده و یه سبک روانشناختی و ترسناکه و خیلی هم خوبه. این فیلم در مورد یک بیماری روانی خیلی عجیب و خفن صحبت میکنه و اگه درست درکش بکنید خیلی خوبه، به خاطر اینکه توی زندگیتون ممکنه با همچین آدمای زیاد روبرو شید و بدونید چه برخوردی درسته. برای همینم پیشنهاد میکنم تحلیل آخرش گوش بکنید. من رفتم راجع به این بیماری خورده تحقیق کردم که بهتون چند چیز مهم در موردش بگم و بهتر بفهمیدش. بریم ما فیلمو ببینیم. حواسه نسپول کاملا صحنه خشنشم باشه. با شروع فیلم میریم به یه دانشگاه و کلاس روانشناسی که یه استاد بیمار هیستریکو به اسم الایزا میاره. این بیمار به محض اینکه کسی لمسش بکنه دچار حمله عصبی میشه و استادم با بی‌رحمی این کارو انجام میده تا دانشجوها ببینن. میریم به چند ماه بعد. مردی به نام ادواردو میبینیم که از دانشگاه آکسفورد به یک تیمارستان به نام استون هرتس فرستاده میشه تا توی درمان بیمارا همکاری کنه. نگهبانا به استقبالش میان و رئیس امنیتی این تیمارستان به اسم میکی هم بهش خوش آمد میگه. بعدم توضیح میده که 200 تا بیمار اینجا نگهداری میشن و دکتر ادوارد هم از این به بعد تو مراحل درمانی باید بهشون کمک کنه. بعدم با دکتر لمپ پزشک اصلی این تیمارستان آشنا میشه. دو تا میرن تا بیمارا رو ببینن که انواع و اقسام درگیری‌های روانی از توهم و چند قطبی بگیری تا هیستری‌های مختلفو دارن. وسط همشون هم همون بیماری که اول فیلم دیدیم یعنی الایزا و رفتارش با همه فرق داره. خیلی عادیه، به شدت استعداد توی موسیقی داره و کلا رفتار خوبی نشون میده. فقط به لمس شدن توسط بقیه خیلی حساس و حمله عصبی بهش دست میده. الایزا به اجبار پدرش اومده تیمارستان تا درمان شه، چون یه بار شوهرش بهش دست زد و بعد یه حمله عصبی گوش اون مرد رو عبیق کنده. موقع آشنایی دکتر ادوارد با الایزا مشخص هر دو هم خوششون میاد. ادوارد خیلی از روش مدیریت دکتر لمب هم خوشش میاد، چون به همه بیمارها آزادی میده که خوشحال باشن و هر چی توهم یا مشکل دارن و با آزادی به نمایش بذارن. حتی موقع شام هم که میرسه همه با هم سر یه میز میشینن، دکتران، نگهبانا و بیمارها، و این خیلی برای ادوارد قشنگه، مخصوصا وقتی که دکتر لمب میگه این کار باعث بهتر شدن رفتار بیمارها و صمیمیت بیشترمون با هم میشه. همه چیز اوکی تا ادوارد یه شوخی با اسم رئیس نگهبانا میکی انجام میده. یه دفعه همه ساکت میشن و میکی با عصبانیت میخنده، میاد طرف ادوارد و از مشروب خودش براش میریزه. ادوارد هم پیکو میبره بالا، اما قبل اینکه بخوره یه دفعه الایزا از زیر میز یه لگد محکم بهش میزنه و جلوی این کارو میگیره. بلن به بهونه تمیز کردن پیراهنش میان بیرون و بهش میگه که همین الان از اینجا فرار کن. ادوارد نمیفهمه چرا، اما الایزا بدون توضیح چیزی چند بار میگه فقط در رو. حرفش هم میره رو مخ ادوارد و شب که میره تو اتاق اسلحه رو قایم میکنه، بلکه یه موقع بخواد از خودش دفاع انجام بده. صدای داد و فریاد میپیچه و ادوارد یواشکی میره طرف زیر زمین. کلی آدم مختلف توی سلولها زندانی شدن و ادوارد حدس میزنه که اینا بیمارهای خیلی خطرناکی باشن. اما خب همشون با هم صحبت میکنن و به ادوارد میفهمونن که اینا پزشکا و خدمه اصلی این تیمارستانن. بیمارها شورش کردن یه بار و اینا رو انداختن زندان. حالا اون دکتر لمب و دوستای دیگش تیمارستان دست خودشون گرفتن، در حالی که قبلا همشون بیمارای اینجا بودن. حتی رئیس اصلی تیمارستان که اسمش هم دکتر سلته تو همین زنداناست و به ادوارد میگه اون روانیا تو نوشیدنی هممون دارو ریختن و بیهوشمون کردن. ادوارد هم یادش میاد مشروبی که میکی بهش داده حتما همین دارو توش بوده و بر همین الایزا خواسته نجاتش بده. سعی میره به اتاق الایزا و بهش جریانو میگه که اونم میگه از قبل همه چیو میدونم. حتی خود الایزا یکی از افرادی بوده که به دکتر لمب کمک کرده تا اینطوری مسئولا رو زندانی کنن و همه چیو دست خودشون بگیرن. میریم به روز بعدی. دکتر لمب همراه میکی و ادوارد میرن تا به بیمارها رسیدگی کنن. اولین بیمار تو اتاق زیرزمینیه و لمب همراه میکی ادوارد رو مجبور میکنن بره پیشش که لباسش رو عوض کنه. اونم با ترس میره پایین و مرد درشت هیکل از قبل منتظره. یه دفعه به ادوارد حمله میکنه و میخواد خفش کنه که اونم متوجه یه اسم حک شده روی دیوار میشه، آرتور. به محض اینکه به زبون میارتش روانی ولش میکنه و به یه گوشه زل میزنه. ادوارد هم خیلی از دست دکتر لمب عصبانیه، اما خب کاری نمیتونه بکنه و بدنش به خاطر حمله این مرد ترکیده. الایزا هم مسئول رسیدگی به زخماشه و وقتی تنها میشن ادوارد میگه که میخواد مسئولای تیمارستان رو آزاد بکنه. الایزا میگه کارت اشتباه و شروع میکنه به تعریف دوران قبل از شورش خودشون. مسئولای تیمارستان به مدیریت دکتر سرچ خیلی عوضی بودن و از آزمایشگاه وحشتناک روی بیمارها استفاده میکردن. انقدر آزمایشا بد بودن که همه دکتر سرچ رو شیطان صدا میکردن. روشهای دردناکی از جمله فشار زیاد آب، شوک درمانی، شکنجه و همه چیز دیگه فقط دکتر سرچ ازشون برمی اومده. یه نمونهشم همون کاری که اول فیلم دیدیم با الایزا انجام میدادن. با این حال لمب که میدونیم الان مدیریت رو دست گرفته، یه
بیمار عجیب بوده که هیچ وقت از کارهای دکتر استرلینگ نمیترسیده و هر بلایی سرش می آوردن رفتارش رو تغییر نمیداده. در آخر هم که میدونیم بیمار رو دست به یکی میکنن و تیمارستان رو تسلیل میکنن که به خونه خودشون تبدیل شه و آزادانه به آرامش میرسن. ادواردم به الایزا قول میده که دیگه اون اتفاقا نمیافتن و حتی اگه مسئولا رو آزاد کنم تو رو با خودم میبرم که باهات بدرفتاری نشه. موقع غذا خوردن بیمارا میشه و یه پیرزن میگه تا بچه‌م از جنگ برنگرده من دیگه غذا نمیخورم. ادوارد خودش رو به عنوان بچه این پیرزن معرفی میکنه و اونم بعد مدت‌ها غذاشو میخوره. دکتر لام با بقیه هم از دیدن این رفتار خوشحال میشن چون ادوارد بلده که با بیمارا چجوری همدردی کنه. ادوارد هم یه بار دیگه میره پیش الایزا و بهش میگه وقتی که مسئولا رو آزاد کردم بیا با هم از اینجا فرار بکنیم. ولی خب الایزا همچنان دو به شکه. دکتر لام هم که انگار یکم به صحبتشون شک کرده از ادوارد میخواد برای رسیدگی به یه بیمار خاص همراهش بیاد. میرن به اتاقی که مسئول واقعی تیمارستان یا همون دکتر سرت به تختی بسته شده. لمب به ادوارد میگه این بیمار توهم خود بزرگبینی داره و فکر میکنه خدای این دست میتونه هر بلایی بخواد سر بقیه بیاره و هیچ کس هم جوابشو نده. برای همینم باید با شوک درمانی درمانش کنیم. عمل شروع میشه و جریان شدید برق راه میفته. ادوارد هم دیدن صحنه خوشگی زده چون اگه به این دکتر کمک بکنه بقیه میگیرنش. اگرم که واقعا چیزایی که گفتن درست باشه این دکتر سرت خیلی عوضی و لیاقتش همین قضیه است. به هر حال کاری انجام نمیده و بعد از مدتی انقدر جریان برق بالاست که دکتر سرت کلا خاطراتش رو از دست میده. روز بعدی میرسه و جشن سال جدیده. همه درگیر خوشحالی هن و ادوارد هم به مسئولای اصلی آمار میده که امشب میخوام آزارتون کنم. برم از اونجایی که حس میکنه دکتر لمب آدم خوبی و واقعا میخواد به بیمارو کمک کنه، تصمیم میگیره یکم در موردش تحقیق کنه و میره به سلولی که این مرد قبلا توش نگهداری میشده. با کمی گشتن یه عکس از یه آدم ناشناس پیدا میکنه و برش میداره. شب هم همه تو حیاط در حال رقصن و ادوارد یواشکی میره و توی شامپاین و داروی بیهوشی میریزه. اما میکی سعی میرسه و با هم درگیر میشن. برای یه دعوای سنگین ادوارد میکیو میرازه توی مخزن زغال و همونجا بیگوشش میکنه. شامپاین سرو میشه و چند ثانیه به سال جدید مونده که یه رفه میکی سر میرسه. با سرتاپای زغالی فریاد میزنه و نقشه ادواردو لو میده. اونم برای دفاع وقتی نداره چون دکتر لم ضربه بهش میزنه و بیهوش میشه. با باز شدن چشماش میبینه که به صندلی تو اتاق شوک درمانی بسته شده. الایزا با عصبانیت میاد سمتش و ساعت جیبی ادواردو بهش نشون میده. ساعتی که یه طرفش عکس الایزا چسبیده و مشخصه این مرد از قبل این دختر رو میشناخته و بهش دروغ گفته. ازش حقیقت رو میخواد و ادوارد هم با نگرانی اعتراف میکنه که 6 ماه قبل تو همون کلاس درسی بوده که این دختر به عنوان یه نمونه از بیمار هیستری آورده بودن، یعنی اول فیلم. ادوارد هم با دیدن اون اتفاقا و کاری که استاد کرده بود تصمیم گرفته هر جوری شده الایزا رو انجام نجات بده و حالا اومده این کارو بکنه. بعدم فریاد میکشه که انجا در برو، در حالی که نگهبانا میبرنش تا شوک درمانی شروع کنن. قبل انجام عمل ادوارد از دکتر لمب میخواد برای آخرین بار به عکسی که همراهش نگاه کنه و بعد ذهنشو پاک کنن. اونم قبول میکنه و همین که عکسو برمیداره خوشگش میزنه. همون عکسیه که ادوارد از سلول قدیمی دکتر لمب پیدا کرده بود، عکسی از یه سرباز ناشناس. دکتر لمب تو خاطراتش غرق میشه و میفهمیم دوران جنگ یه پزشک بوده، منتها به خاطر بیماری طاعون و واگیردار بودن شدیدش مجبور خیلی از سربازا بیماری‌های لاعلاج رو با گلوله بکشه. این سرباز هم یکی از همون افراد بوده و با هم دوست بودن و خلاصه همین قضیه باعث شده که این مرد دیوونه شه و سر از تیمارستان در بیاره. دکتر لم با دیدن این عکس انگار همه امید و خوشحالیش رو از دست میده و بدون توجه به بقیه میره تا جای دیگه تنها باشه. حالا میکی میاد جلو که خودش شوک درمانی ادواردو تموم کنه. الایزان تصمیمش رو میگیره که به ادوارد کمک کنه و با قطع کردن برق با میکی درگیر میشه. بیمارای دیگه هم دور تا دورشون دارن همینجوری تشویق میکنن. میکی با لمس تحریک کننده الایزا دوباره حمله عصبی این دختر رو فعال میکنه و نمیتونه کاری بکنه. ادوارد مشغول به صحبت میشه که دختر رو آروم کنه و در آخر موفق میشه این حمله عصبی رو تحت کنترل در بیاره. الایزا ضربه دیگه ای به میکی میزنه و دستگاهش رو که میکی دور سر خودش فعال میشه و به خاطر برق زیاد نه تنها میمیره بلکه آتیش هم میگیره. حالا کل اتاق داره میسوزه و الایزا با آزاد کردن ادوارد موفق میشه زندانی های توی زیر زمین هم رها کنن. همه جا داره میسوزه اما ادوارد تصمیم میگیره که دکتر لمبم نجات بده. مردی که هنوز با یاروری خاطره اون عکس توی شوکه و یه گوشه وایساده. ادوارد اونم میاره میشه بقیه و همه یه نفس راحت میکشن. بعدم به الایزا میگه با من بیا تا برای همیشه فرار کنیم. الایزا با ناراحتی میگه نمیتونم و باید اینجا بمونم که خوب شم و همدیگه رو میبوسن. ادوارد لبخندی میزنه و میگه میخوام یه راز دیگه بهت بگم. حالا میریم به چند ماه بعد. این تیمارستان بازسازی شده و یه تیم پزشکی جدید و نگهبان جدید آوردن که با بیمارا هم خیلی خوبن. دکتر سرت هم یکی از همین بیمارا شده همراه دکتر لمب. اون استاد دانشگاه اول فیلم که الایزا رو اذیت میکرد همراه همسر واقعی اون زن به تیمارستان میان که ببینن اگه درمان شده آزادش کنن. ولی مدیر جدید میگه دکتر ادوارد چند هفته پیش اومد و این دختر
دختر رو آزاد کرده با خودش برد. این دو نفر شوکه میشن و میگن دکتر ادوارد همین استاد دانشگاهی که الان اینجاست. دکتر ادوارد واقعی میگه کسی که چند وقت پیش اومده اینجا و خورش جای من جا زده یکی از بیمارهام بود. یه بار دستم فرار کرد و لوازم من با خودش دزدید فقط برای اینکه بتونه الایزا رو به دست بیاره. چون قبلا هر دوشون بیمارهام بودن و عاشق همدیگه شدن. بیماری که خورش جای من جا زده دچار اختلال دروغگویی بیمارگونه یا پاتولوژیکال لاینگه. سکانس آخر فیلم الایزا رو با همین بیمار دروغگو میبینیم. هر دو خوشحالن و یه تیمارستان ناشناخته پیدا کردن رفتن اونجا که توسط راهبه‌ها اداره میشه توی ایتالیا. آهنگی پخش میشه و هر دو با خوشحالی میرقصن و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. پاتولوژیکال لاینگ یکی از بیماری‌های خیلی عجیبه که وقتی راجبش خوندم خیلی خفم بود، به خاطر اینکه حس کردم چند نفر دور و بر خودم بودن که همچین بیماری دارن، دست و پنجه نرم میکنن و خیلی هم برای که کسی نیست بهشون کمکی توی این زمینه برسونه. برای همین وقتی که این فیلمو دیدم رفتم یکم راجبش خوندم تا بتونم اطلاعات کاملتری بدم. من روانشناس نیستم، اصلاً علمم این نیست، در موردش شاید خیلی کم بدونم، ولی توی همه فیلم‌ها دقت کردید هر وقت یه بحثی هست، یه مشکلی توش هست، یه بیماری هست، میرم راجبش چند تا فکت خوب جمع می‌کنم که اطلاعات کلی بهتون بدم و بیشتر باهاش آشنا بشید. در مورد این بیماری هم همین کارو انجام دادم. دروغگوی بیمارگونه یا کامپالسیو لاینگ یا همین پاتولوژیکال لاینگ یه نوع بیماری هستش که طرف بدون هیچ دلیل خاصی، بدون هیچ گول، بدون هیچ موتیویشن خاصی فقط دروغ میگه. یعنی اصلا دنبال این نیست که چرا داره این کارو انجام میده، یا مثلا جونش رو خطره، یا ممکنه کسی رو نجات بده، یا اصلا میخواد پول در بیاره، میخواد دزدی بکنه. هر کسی برای دروغ گفتن که دلیلی داره دیگه. اما کسی که دچار این بیماری روانی، این مشکل منتال رو داره، هیچ وقت برای دروغش دلیل نداره و توی این فیلم خیلی قشنگ میاد اینو به نمایش میذاره. ما وقتی که ادواردو میبینیم، ادواردی که آخر میفهمیم دروغینه، تا آخر فیلم بارها داره به ما دروغ میگه که هیچ دلیلی نداره. برای مثال وقتی اون اول میاد با الایزا صحبت میکنه، خیلی راحت میتونه بهش بگه که اصلا چه اتفاقی افتاده، وقتی که همچین بیماری با هم دیگه داشتن، دلش براش سوخته، عاشقش رو اومده نجاتش بده. قطعا اگه این حرفو میزد هیچ اتفاق بدی نمیافتاد و الایزا هم خب وقتی که میری طرف اینطوری و رفتارش رو نگاه میکرد، شاید خیلی راحت قبول میکرد همراهش بیاد، ولی خب این کارو نمیکنه. یعنی کلا دروغ میگه. یا یه جای دیگه که به ما نشون میده که همون اوله فیلم بفهمیم این چه بیماری داره، همون صحنه ای هستش که میخواد بره به بیمارها کمک بکنه و یه پیرزنه که میگه تا بچه‌م از جنگ نیاد غذا نمیخورم، و میبینیم که شاید خیلی این کار دیگه میتونستن انجام بدن همین کارو، ولی وقتی که ادوارد دروغین میاد میگه که من پسرتم و یه جوری این زنو قانع میکنه، انقدر دروغ گفتن براش راحته، کلا اون پیرزن قبول میکنه قضاشو بخوره. یعنی انقدر ساده میتونه دروغ بگه و انقدر راحت میسن قبول میکنه حرفاشو. یه جای دیگه که دوباره یه دروغ بی دلیل میگه، همون آخر فیلمه که بحثش رو به صندلی شوک داره کشته میشه، یعنی میدونه که دیگه همه چیز لو رفته، تا الایزا میاد اون ساعتو بهش نشون میده، عکسش میشه و بازم یه چانس دیگه داره که همه چی رو حقیقتشو بگه بدون اینکه بتونه قضاوت بشه یا الایزا بخواد زیر حرفاش بزنه و ولش کنه. اون موقع هم میتونه اعتراف کنه که اصلا با هم دیگه بیمار بودن و عاشق این زن بوده، ولی خب بازم اون موقع این کارو انجام نداد. خودش آخر فیلم، اون آخرام که میاد بگه من یه راز دیگه هم دارم، باز مشخص نمیشه که میاد حقیقتو میگه یا نه، که قطعا به نظرم حقیقتو نمیگه. چون خب وقتی که طرف به این بیماری پاتولوژیکال لاینگ مبتلاه، هر راهی هر دلیلی برای دروغ گفتن استفاده میکنه و بازم به نظرم میاد دروغ میگه و به یه اسپری که برمی‌داره این دختر با خودش میبره توی اون تیمارستان جدید. خلاصه که فیلم روانشناختی جالبیه و خیلی به نظرم قشنگ میاد این بیماری به نمایش میذاره. چیز دیگه که میخوام راجبش صحبت بکنم کلا در مورد این بیماری و همون تحقیقاتی هست که گفتم راجبش خوندم یکم و جالبه که بدونیدشون. وقتی راجب این بیماری سرچ میکنید، اولین چیزی که باهاش برخورد میکنید انواعش. کسایی که به این بیماری مبتلا میشن سه نوع مختلفش میتونن بگیرن. اولش دروغوی تخیلیه که یعنی طرف میاد بین واقعیت و رویا گیر میکنه، یعنی دائما دوست داره بگه اتفاقای تخیلی براش افتاده، دائما دوست داره که در مورد چیزایی که وجود ندارن دروغ بگه و کلا مدل دروغگوییش اینطوریه. مدل دوم عادتیه، یعنی طرف میاد فقط عادت کرده، انگار از اول دروغ گفته، عادت داره که توی صحبتاش همیشه از این استفاده میکنه، اصلا هیچ منطقی نداره و فقط همینطوری ناخودآگاه بدون که اصلا بهش فکر بکنه دروغ دهنش میپره بیرون. و مدل سوم دروغگویی تکانشیه، یعنی بحث دوست داشتن یا عادت کردن نیست، فقط طرف از درونش نیاز داره این کارو بکنه. یعنی اگه اون
دروغه رو نگه اصلا نمیتونه شب بخوابه. انقدر توی بدنش به عنوان یه نیاز اساسی این ترقی میشه و کلن همیشه باید انجامش بده. خلاصه که یک کسی که به بیماری دروغگویی بیمارگونه مبتلا باشه یکی از سه نوع داره. بعد از اینکه نوعش تشخیص داده بشه میرن سراغ اینکه چه نوع کارهایی رو در این زمینه انجام میده، چون از انواع مختلف استفاده میکنن که این نیاز درونیشون رو ارضا بکنن. اولیش اغراق کردن همه چیز، یعنی بیش از اندازه میان یه چیز رو گنده میکنن که بگن خیلی خفنن. مورد دومی که عموما انجام میدن دوست دارن که سنتر اف اتنشن باشن، یعنی همه بهشون توجه کنن. خلاصه که آره، برای اینکه همیشه مرکز توجه باشن از دروغ های اغراق آمیز خیلی زیادی استفاده میکنن. و اگه دیدید مثلا با یکی از دوستاتون رفتید یه جایی و یه دروغی که شما میدونید دروغه شروع کرد تو جمع تعریف کردن، بدونید که قطعا با همین مشکل مبتلاه. مورد سوم سلف استیم پایینه، یعنی اعتماد به نفس خیلی کمی دارن، اصلا همش فکر میکنن که کم مشکل دارن به خاطر اینکه انقدر دروغ گفتن. حس میکنن رو زندگیشون هیچ دلخوشی وجود نداره، هیچ واقعیتی نیست که درست باشه در مورد خودشون بتونن بهش افتخار کنن، همیشه باید براش دروغ بگن و برای همینا اعتماد به نفس و عزت نفس خیلی خیلی پایینی پیدا میکنن. مورد بعدی نوشته بود amazing understanding، یعنی بیش از اندازه درک خوبی دارن. ممکنه که شما در مورد یه چیزی صحبت بکنید که طرف هیچ تجربه‌ای توش نداره، ولی انقدر دروغ پشت هم میچینه که شما باور کنید در مورد این قضیه اطلاعات زیادی داره و قشنگ میتونه بفهمتون، قشنگ درکتون میکنه. برای همین چیزی هم تا دروغ استفاده میکنه که شما فکر کنید آدم با درک و فهم. یکی دیگه مورد دیگه ای که انجام میدن میشه loving safe spot، یعنی عاشق جاهای امنن. دوست دارن همیشه هر جایی که میرن یه شرایطی برای خودشون بسازن که بتونن با خیال راحت هر چقدر میخوان خیال پردازی کنن دروغ بگن. و خلاصه بعد از اینکه محل امن برای خودشون بسازن توش دروغگویی و اغراق‌گوییشون رو شروع میکنن. و مورد آخر که میخوام در مورد صحبت بکنم اینه که دوست دارن همش بگن همه چیز درست میشه، اوضاع خوبه و با دروغهایی که بهت میگه یه کاری میکنه که بفهمی همه چیز درست میشه، ولی دروغهای بیش از اندازه مسخره و الکیه. اینا رو گفتم به خاطر اینکه من وقتی در موردش خوندم اس کردم، خیلی زیاد دیدم این قضیه رو و شاید واقعا یه نفر به کمک ما نیاز داشته باشه، چون اکثر کسایی که این کار رو انجام میدن به بیماری دروغگویی بیمارگونه مبتلاان همشون به اعتیاد رو میارن به خاطر اینکه بعد یه مدتی نیاز دارن یا توی تخیل بشن یا اینکه یه استراب و استرس شدیدی از اینکه دروغاشون لو بره پیدا میکنن. برای همینم عموما توی اعتیاد میافتن. و برای همین خواستم بدونید که اگه کسی همچین علائمی رو داشت و حس کردید واقعا به همچین چیزی مبتلا، حتما بهش کمک بکنید، چه بفرستید پیش روانشناس، پیش روانپزشک و سعی کنید کاری بکنید که حالش بهتر بشه، چون ممکنه تو همون اعتیاد افتاده باشه تو خیلی چیزهای دیگه که رفته به رفته زندگی خودش رو نابود بکنه. برای همینم قطعا به کمکتون نیاز داره. اگه دیدیدش دوست داشتم بدونید این چیزها رو که شاید بتونید زندگی دو نفر نجات بدید. همین بخش طولانی شد ولی خب دیدم مبحث جالبیه، گفتن راجبش کم اطلاعاتمون بره بالاتر. دیگه توی کانال زاپاس جوین بشید، خیلی دوستتون دارم. لایک کامنت ساب یادتون نره. روزتونم گلسی.